ناله های این سرزمین به گوش خدای حقیقی رسید و زمان آن رسیده که خدا قوم من و تو رو تفقد کنه خداوند ما رو خواند تا رهبران باشیم تا دانه ها و ثمرات نیکو در زمین خداوند بنشانیم و به بار بیاریم خدا میخواد ایران رو از طریق ایرانی آزاد کنه ما که برای خداوند انتظار میکشن نیروی تازه خواهند یافت و با های همچون اقاب اوج خواهند گرفت. با ایمان اعلام کن روح خدا بر من است تا اسیران رو آزاد کنم روح خدا بر من است تا فقیران رو بشارت بدم روح خدا بر من است تا زندانیان رو آزاد کنم روح خدا بر من است که گفتگان رو امید بدم ما عیسی مسیح دیروز امروز و تا ابد همانه مس خدا روی تو میاد و ثابت میکنی آنچه که دارم میگم میشه آنچه که دارم میگم ببین آنچه که دارم به تو میگم و تجربه بکن آمین حتی در زمانهای آخر که من و تو امروز در زمانهای آخر هستیم روحش رو بیشتر و بیشتر خواهد ریخت پس اون آیات و معجزات باید بیشتر و بیشتر در کلیسای خدا عمل بکنه مس از کجا میاد از حضور خدا میاد مس از کجا میاد از زندگی مقدس میاد مس از کجا میاد از ثمرات روح میاد مس از کجا میاد در روح راه رفتن میاد مس از کجا میاد در راستی خدا ایستادن میاد مس خدا دست خداست که روی تو 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 رو تایید در نام ایسای مسیح خداوند خدای خدایان رب جلال به تک تک شما عزیزان خواهران برادران دوستان مهمانان عزیز خوش آمد میگم عزیزانی که از راه دور با ما هستید به شما برکت خدا را اعلام میکنم آمین که خداوند امروز مطابق مسئلت دل شما از آسمان عطا بکنه آمین که خداوند شنیده و با روان رحمتش رو بر شما بریزه آمین که خدا مطابق نیاز شما شما رو برکت بده آمین که خداوند امروز به طور خاص شما رو ملاقات کنه و آنچه که احتیاج دارید در ثبت خداوند دریافت کنید خوشحالیم که امروز با هم هستیم و میتونیم کلام خدا رو با هم بشنویم چرا که کلام خدا زنده و مختدره و میتونه در زندگی های ما حیات تولید کنه خدا را شکر برای این فرصتی که داریم هوای گرم اما در حضور خداوند میتونیم استراحت و آرامی بیابیم شکر برای تمامی فصلهای خداوند تمام روزها مال خداونده اگر یادتون باشه درباره پادشاهی خدا شروع کردیم که شش ماه سال از باقی مونده رو درباره پادشاهی خداوند صحبت کنیم یک هویتی که خداوند با ما داره در میون میذاره هویت تازه نیست 2000 سال مسیح دربارش داره صحبت میکنه رسولان دربارهش صحبت میکنن کلام خدا داره صحبت میکنن تمام کتاب مقدس دربارش داره صحبت میکنه درباره دعوت به پادشاهی و جلال خدا داریم صحبت میکنیم با کاشف باب یک آیه 6 هفته گذشته دیدیم که کلام خدا میگه که عیسی مسیح که با خونش ما رو شست آمین و رستاخیز کرد آمین او ما را نزد پدر پادشاهان کرد آمین و کلام خدا داره میگه که او ما را پادشاهان کرد نزد پدر یعنی اون پادشاهی که کلام خدا میگه عیسی برگشت در جایگاه, در جایگاه پدر در جایی که خداوند او را اعتبار اقتدار و جلال داده بود او در اون جایگاه بخواد بشینه ما را در اون جایگاه نزد پدر در دست راست خودش اقتدار و اعتبار داده و خدا رو شکر برای این کلام خدا کلام خدا میگه ما در مسیح پادشاهان هستیم آمین ما در مسیح پادشاهان هستیم آمین پادشاهان هستیم تمام پیغام عیسی دعوت به پادشاهی خدا بود که وارد شدن به این پادشاهی قسمتی از شاهزادگی زندگی ما بود میخوام امروز با هم مطالعه بکنیم کلام خدا جنجایی را از عهد عتیق و عهد جدید و ببینیم که خداوند چه چیزی رو برای ما در نظر گرفته امروز میخوام درباره قدم زدن در پادشاهی خدا با شما صحبت کنم زندگی در پادشاهی خدا صحبت کنم کلام خدا در کتاب یوشع داره صحبت میکنه میگه یوشع خوب گوش کن نه به چپ نه به راست نه رو طبیعتا به عقبم برنگرد در کلام راجع به عقب صحبت نمیکنه چون که کلام کلام پیشرونده است و خدا در راجع به پیشروی داره صحبت میکنه خدای ما خدای پسرونده نیست آمین مکاشفات پیشرونده است جلال پیشرونده است ایمان پیشرونده است همه از ایمان به ایمان از جلال به جلال از مکاشفه به مکاشفه تاریخ های خدا تاریخ های است آمین خدا میخواد دائم ما رو در مسیرهایی ببره که عالی 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 تر باشه آمین خدا با خوب شروع نمیکنه از عالی شروع میکنه به عالی 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 تر جلو میبره پس خداوند داره دعوت میکنه یوش حواست باشه نه به چپ نه به راست چپ سمبل گناهه راست سمبل کار خوبه نه کار خوب بکن نه گناه بکن چیزی که از تو میخوام اینه عقبم بر نگرد مثل زن لوت نباش به گذشتت نگاه نکن کی بودی و چی بودی هر چی که بودید از مثل اومدی به مثل نگاه نکن چیزایی که از خوب خود آوردی هر چی که از به گذشته تمام بکن همونجا قبل بکن به جلو برو اما وقتی جلو میری اتفاقی میفته کلام خدا میگه که هر جا که پا تو بذاری من اونجا رو به تو خواهم داد آمین میخوام راجع به این قدم صحبت کنم قدم های زندگی ما ما با این امید صبح بلند میشیم سر کار میریم تحصیل میکنیم کار میکنیم حتی صبحمون شروع می کنیم دعا می کنیم هر کاری می کنیم با این امید داریم شروع می کنیم که خداوند ما را برکت بده دیدیم که خداوند روز ما را رو برکت بده خداوند دخول و خروج ما را برکت بده خب طبیعتاً من وقتی من میرم انتظار دارم برای خانواده‌ام برکت پیش روی من باشه هم خدا میگه هر آینه نیکوی رحمت روزانه پیش روی تو باشد خب پس مگر پیش روی من هست من صبح که بعد برم باید اون رو دریافتش بکنم آمین میخوام درباره این قدم زدن در پادشاهی خدا با شما صحبت کنم که خدا اون چیزی که به ما وعده داده را ما چگونه دریافتش کنیم من چگونه میتونم دریافت کنم وعده های خدا را چگونه میتونم این چک های خدا را نقدش کنم کجا پا مو باید بذارم پا گذاشتن سمبل یک پوزیشنه سمبل یک مکانه و هر آنچه که در اونجا هست پس عملا آنچه که خدا پیش روی تو گذاشته با قدم زدن در ایمانت با حرکت در ایمانت و ایمان پیشرونده از ایمان به ایمان تو او را دریافت خواهی کرد آمین ما در هفته گذشته درباره این صحبت کردیم که ایمان سرعت داره ایمان سرعت زیاده سرعتش از این زمانی که ما هستیم سریعتره. ایمان پیغامی ای رو داره میده درباره شش ماه دیگه، سه ماه دیگه، دو ماه دیگه، یک ماه دیگه، یک هفته دیگه. وقتی خدا داره اینو اعلام میکنی میره جلو میشینه، آماده میشه، تو تازه امروز تو بلند میشی، روز دوم، روز سوم، روز چهارم، روز پنجم، روز ششم، روز هفتم رفتی اونجا اون چی که هفت روز پیش اعلام کردی رو تو هفت روز آینده دریافتش خواهید کرد آمین این همون چیزی که کلام خدا به ما میگه آنچه که میکاری درو خواهی کرد برای درو یک زمانی هست برای کاشتن کلام خدا میگه یک زمانی هست برای درو کردن کی برای کاشتن همین الان کی دروش میکنی آینده پس ایمان کارش همینه آنچه که تاری اعلام میکنی کلام خدا چی میگه میگه کلام خدا مثل بذره بذر باید بکاری بس کجا بکارم به بعض کجا میکارن؟ بعض کلام خدا رو کجا میکارن؟ ممکنه بگی تو قلبم میکارم آمین اما چیزی که تو در قرار درو بکنی قرار نیست تو قلب درو کنی تو قرار تو زندگی درو کنی تو قرار کار درو کنی تو قرار همسر تو قرار بچه تو قرار موقعیت خونه و چیزهای زیادی تو زندگیت هست باید درو کنی حتی رویاه های خدا رو قرار درو بکنی نجات سرزمین ها رو قرار درو بکنی چیزهای بسیار هست که تو باید درو بکنی شالام رو قرار درو بکنی خب اینو فقط تو قلبم کاشتن آمین تو قلبم میکارم اما من قرار از بیرون درو بکنم پس کجا باید بکارمش؟ من قرار کار رو برم از صاحب کارم دریافت کنم کجا باید بکارمش؟ تو قلبم به بکارمش؟ من تو قلبم کاشتمش قبلا این کلامو الان اونو اعلامش میکنم این رو تا دنیای روحانی اعلامش میکنم کلام خود در چی میگه؟ آنچه که در دنیای دیدنی تو میبینی در دنیای روحانی ساخته میشه پرداخته میشه طراحی میشه و نقش کشی میشه پس اگر قراره در دنیای زمینی من چیزی ببینم باید در دنیای روحانی اعلامش کنم پس مطابق آنچه که اعلامش میکنم در روزهای آینده دریافتش میکنم این درباره فقط چیزهای نیکو نیست امروز میخوام راجع به قدرت کلام در پادشاهی خدا با شما صحبت کنم که حواسم باشه به با عنوان پادشاهان دیگه ما اجازه نداریم دهنمون رو باز کنیم هر جوری که خواستیم سخن بگیم بلکه باید حکیمانه صحبت بکنیم در انجیل یوحنا شرحال گفتگوی عیسی را میبینیم با نیقودیموس همین داستان رو میدینی در باب سه انجیل یوحنا که نیقودیموس کیه در این دیالوگ دو تا واژه رد و بدر میشه و عیسی داره بهش میگه تا از سر نو مولود نشوی واژه مولود در کتاب مقدس از ریشه کلمه یونانی گنه او میاد یا انگلیسی بخوایم بگیم ژن او که از ریشه کلمه ژن میاد ژن جن و ژنتیک که این واژه درباره باره میگم می کسی که ژنتیک خدا درش هست ژنتیک کارش چیه و جنها انتقال دهنده صفات هست پس کسی که صفات های خدا درش هست چگونه زمانی که متولد میشی این صفات های خدا به واسطه روح القدس در ما ساکن میشه میگه تو میتونی پادشاهی خدا را ببینی آمین کلام خدا میگه ای پدر من که در آسمانی نام تو مقدس باد پادشاهی تو بیاد پس پدر من پادشاهه پس تو در یه خانواده پادشاهی در متولد میشی اگر کسی ژن خدا در او باشه اگر ژنتیک خدا در او باشه یعنی چی؟ تمام مایانی که در روح القدس تولد تازه پیدا می کنیم همه ژنتیک خدا در ماست آمین پس ژن پادشاه پادشاهان رب جلال خداوند عیسی مسیح در ماست آمین پس این ژنتیک در ما هست این ژن خدا این ژن آسمانی این ژن پادشاهی در من و شما هست پس چون که هست من چیزی به نام ملکوتا را میتونم ببینم ملکوتا را میتونم ببینم با چی؟ با ایمان ایمان میبینه اما توی این ملکوت چیه؟ شما تصور کنید که ملکوت خدا مثل یه باقیه یک تالاریه، یک قصریه که پادشاه و تمامی اقتدار پادشاه در اون هست ما می‌دونیم باقی ادم پادشاهی خدا بود و تصور کنید که این باغ عظیم محل پادشاهی خداست که در اون همه آن چیزی را که پادشاه داره در قلمروش وجود داره پس دیدن این باغ دیدن این ملکوت دیدن این پادشاهی یک چیزه رفتن در این باغ و قدم زدن در این باغ و دریافت تمام برکات این باغ یه چیز دیگه است آمین به همین دلیل مسیح داره به نیقودیموس میگه آنچه که شریعت نمیتونست انجام بده عیسی داره انجام میده توسط روح القدس وقتی ما ژن خدا را به واسطه روح القدس دریافت میکنیم میتونیم آمین ملکوت رو ببینیم وقتی که از آب و روح متولد میشی قسمت دوم آب چیه؟ بعض مواقع مفسرین میگن این آب تعمیده یعنی تو وقتی تعمید بگیری وارد پادشاهی خدا میشی نمیخوام ردش بکنم میتونه باشه چون که در واقع این هم بر حال نشون دهنده اینه که من از یه پادشاهی شری بیرون اومدم و به پادشاهی خدا وارد شدم پیغام تعمید همینه در مرگ و قیام دارم صحبت می کنم. از گذشتم آزاد شدم از مس بیرون اومدم از مذهب قبل بیرون اومدم و من متعلق به کی هستم متعلق به پادشاهی خدا هستم میتونه پیغامو داشته باشه اما اینجا درباره چی داره صحبت میکنه آب میتونه سمبل کلام خدا و روح خدا باشه کلام و روح این دو با هم در ما کاری انجام میده که ژنتیک خدا شروع کنه به اکتیویتیت کردن فعال شدن در زندگی من و تو اونجا میگه که این ژن فعال شده چون ما میدونیم ژن هایی که در زندگی ما هستن در بدن ما هستن در کروموزوم ما هستن صفات ما رو انتقال میدن اما این صفات میتونه تحت شرایط دنیوی و فیزیکی اکتیو بشه و اکتیو نشه رشد بکنه و رشد نکنه خفه بشه یا در واقع پرورش پیدا بکنه خیلی چیزها در زندگی ما هست که ما میبینیم بچه های بسیار باهوش اما انقدر تو سری خوردن بدبختی کشیدن گیج و منگن پس این جنه چی شد؟ اون کتک خوردن و تو سری و بدبختی و مصیبت که سرش اومده چی شد؟ پس میبینی گیج میزنه هزار بلا سرش اومده شخص باهوش پدر زده تو گوشش گوشش کر شده با میره زده بچهش رو چشمش کور شده خب این ژنتیک میخواد چه کار بکنه پس میبینیم خیلی چیزا هست که توی شرایط زندگی ما باعث میشه که جنهای ما اکتیویت بشن یا ایناکتیو و خونسا بشن حالا کاری که روح القدس و کلام میکنه جن پدر را در ما اکتیویتیت میکنه آمین و اون جن چیه؟ جن پادشاهی خداست چون که تمام پیغام انجیل ورود به پادشاهی خداست آمین و خدا ما را به پادشاهی خودش داره دعوت میکنه پس دیدن پادشاهی خدا به واسطه تولد تازه است پر شدن از کلام خدا و از روح خدا این جن خدا را و جن پادشاهی و تربیت شدن در پادشاهی رو برای ما امکان پذیر میساز آمین پس برای اینکه خدا بخواد این جن جدید رو در ما تقویت بکنه باید تمام اون ژنهای منفی و تمامی اون لعنت ها و تمامی اون هایی که تو زندگی ما هست باید شکسته بشه آمین پس قدم زدن در پادشاهی خدا نه چپ داره نه نه عقبگرد بلکه به جلو پیش میرم آمین پس میخوام راجع به این صحبت کنیم که چگونه من قدم بزنم در این پادشاهی خداوند و وعدههای خدا را دریافت بکنم تمام پیغام انجیل درباره پادشاهی خداست پادشاهی خدا اینجاست پادشاهی خدا در میان شماست پادشاهی بیاید دعا بکنید که اینگونه پادشاهی مثل بعض کلام پادشاهی همچون کشاورز پادشاهی همچون عروس پادشاهی همچون پادشاهی که پسرش میخواد عروسی کنه هی hey, مثالهای مثال های جور وجود پادشاهی میزن تمام پیغام عیسی پادشاهی بود پس من شما به چی ایمان آوردیم همین که گناه کردم خدا از سر بیچارگی من رحم کرد تموم شد غیرت این شما مسیحیت میدونیم؟ همینه من گناهکار بودم، بدبخت بودم، عیسی منو بخشید من مسیحیم، همین اما تمام پیغام انجیل راجع پادشاهی خداست که با بخشش گناه شروع میشه اما تازه پادشاهی خدا شروع میشه و خدا میخواد در واقع ما یاد بگیریم این پادشاهی کردن در خدا رو یکی از این مثال هایی که عیسی درباره پادشاهی خدا داره میزنه در انجیل متا باب 13 اونجا میدونیم که میگه پادشاهی خدا همچون برزگریه یکی از مثال هایی که عیسی میزنه راجع برزگره برزگر کارش چیه کشاورز کارش چیه بذر بس دونه دونه چیه یه تخمی یه بذری گیاهی رو قراره بکارن درباره این مثال داره صحبت میکنه اتفاقی که داره میفته میگه که برزگر کیسه بعضش رو برداشته بعضگر یک نفره و کیسه بعضش هم مشخصه داره میره همینطور که داره میره داره بعض رو میپاشه و بعد شروع میکنه میگه این بعض رو این میدونیم داستان رو بلدید اینقدر شنیدید توی باب استادیا و جاهای مختلف اینقدر شنیدید که دیگه اصلا حفظید اصلا احتیاجی نیست معلمین اینترنت پر از این داستان زمین ها و مفهوم زمین ها. اما من نمیخوام همونو برای شما بگم میخوام درباره یه آیه به شما بگم که شاید دقت نکردیم بهش حتما که خوندیمش اما ببینیم اینجا چی داره صحبت میکنه و بعد میدونیم که صحبت میکنه که اینها میخواد توضیح بده که مفهوم این زمین ها چیه اول میگه چهار تا زمین که معلمین میگن اینها قلب ما هستن زندگی ما هست که درست هم میگن اشتباه هم نیست اما بریم و نگاه کنیم به باب 13. آیه 19 رو با هم نگاه کنیم میگه کلام میگه اون بعض کلام خداست در زبان یونانی میگو لوگوس لوگوس خداست پس راجع به لوگوس خدا داره صحبت میکنه که برزگر داره لوگوس خدا رو پخش میکنه لوگوس خدا کلام خداست میگه که کسی که راجب اولین زمین ها داره صحبت میکنه کسی که کلمه ملکوت را شنید و آن را نفهمید خب ما میگیم فهمیدیم آمین اما عیسی داره راجب صحبت میکنه کسی که مفهوم کلمه ملکوت رو نفهمید شریر آمده آنچه در دل او کاشته شده است را می و این همان زمین نیست که سر راه است کسی که ملکوت رو درک نکنه هر که در زندگیش کاشته میشه شیطان می دزده. چرا تو زندگیم این همه وعده کاشته شده یکیشو نخوردم یکیشو رو نچشیدم یکیش استراحت نکردم در یکیش لذت نبردم چون که دزیده شده و میگه این کدوم از این زمین ها زمینی که سر راهه سر راهه لگت خوردن عبور مفهوم عبوره یک راهه دائم مردم دارن میرن و میان تردد پیغام راه تردده عیسی داره به تردده صحبت میکنه که دائم آدم ها تردد میکنن خونایی دیدی که سر جادن چقدر سرصداه پس پیغام این سر راه آدم که هر کدامشون یه پیغام و یه صدا دارن ما تو دنیای داریم زندگی که صداهای زیادی هست صدای دنیا هست صدای نفس هست صدای خدا هست صدای مردم هست صداهای جور واجور هست صدای شیطان هست و میان همه این صداها باید یک صدا رو تشخیص بدیم و چه اتفاقی داره میفته؟ لوگوس خدا در این قلب کاشته شده اما آدم های زیادی تو این قلب میان و میرن و با صداهاشون دائم اتفاقی که میفته چیه؟ اینجا داره چی صحبت میکنه؟ این بس چیه؟ لوگوس خدا چرا دوزیده میشه؟ به علت عدم فهم از ملکوت چگونه دزدیده میشه؟ توسط کلام مخالف کلام مخلوط و قاطی و کلامی شبیه اون سه نوع کلام میتونه کلام خدا را بدوزه اینجا جنگ کلامه دوز با کلام دزدی میکنه کلاوردار با کلامش دزدی میکنه ما باید حواسمون باشه دنیا روزانه چه میشنویم و چون هر آنچه که میشنویم تبدیل میشه به همان که گفته شده تو دنیای داریم زندگی میکنیم که کلام های زیادی دنیا داره با ما میگه اما سه نوع کلام رو داشته به صحبت کردم یک کلام مخالف آیا واقعا خدا اینو گفته؟ فکر نمیکنی یکم مسیحی مسیحیتون رو شدی؟ فکر نمیکنی دیگه خیلی مقدس شدی؟ فکر نمیکنی داری در واقع تون میری؟ فکر نمی‌کنی داری خیلی فناتیک میشی؟ فکر نمی کنی داری تاریک دنیا میشی؟ دائم کلام مخالف کلام دوم کلام قاطیه کلام قاطی یعنی چی؟ یه ذره از خدا یه ذره از دنیا میکسه و دنیا هم چیزای قشنگ زیاد داره اگر قشنگ نبود که این همه مردم سمتش نمیرفتن پس زیبا و جذابه که مردم سمتش میرن و کلام شبیه کلام چیه؟ کلام دکتر فلانی کلام پروفسور فلانی کلام فیلسوف فلانی امروز میدونید علم تحقیق کرده به این نتیجه رسیده؟ امروز شما میدونید کلام روانشناسی کلام شبیه کلام عرفان وقتی شما عرفان نگاه میکنید میبینید خیلی چیزها از شباهت داره با مسیحیت و بعضی موقع حتی ممکنه شخص گیج بزنه که کدومش درسته کدومش غلطه یا اصلا اصلا هر دوش درسته اکثر افرادی که از حلقه عرفان به سمت مسیحیت میان یا از ریکیا به سمت مسیحیت میان یا از کلا فرقه های عرفانی به سمت مسیحیت میان به خاطر تشابه چیزهایی که اونجا به قول معروف رو گرفتن مستر گرفتن و الان اوکی مسیحتم خیلی شبیه پس برم داخلش این کلام شبیه. و شیطان وقتی میبینه که ایماندارو نمیتونه فریب بده از کلمات شبیه استفاده میکنه اینم قشنگه بارها میبینی تو صفحه اینترنتی یک ایماندار از اونور رو جلال میده از اونور ناپل اون میگوید فلان دکتر فلانی اینو میگه فلانی اینو داره میگه و بعد وقتی دقت دقیق میکنی میگی ظاهر جمله خیلی زیباه اما دقت بکن به این کلمه خب برادر حالا دیگه زیاد سخت نگیر خواهر خب شما دیگه زیاد سخت نگیر حالا من که نفهمیدم این چی بوده فقط دقیقا نفهمیدی که تو ملکوت چی کاری میکاری آنچه که ما داریم میخوریم تبدیل میشیم به همون چیزی که میخوریم در علم تغذیه یک اصطلاح هست میگه که آنچه که شما میخوری تبدیل میشید به همان آنچه که تو میخوری تبدیل میشی به همون یعنی چی وقتی میگه گوشت زیاد میخوری اوره میزنه بالا چربی میخوری کل پاچه میزنی اون میره بالا باغلی پلو با ماهیچه میزنی خب روغن حیوانی هم میریزی روش قرم سبزی میزنی خب جگر سر سیخ میزنی اما بر فالوده خونه کنارش با بستنی خب چه اتفاقی میفته الان تبدیل شدی به همون <تصفح> نخورده <تصفح> همون شدی خب طبیعتا میره تو بدن منظورشیده میره تو بدن و جذب میشه هضم میشه و اون میشی همون این بری میشیم اون بری میشیم این بری میشیم هر چی که میشیم به هر حال خوردن ما یه چیزی برای اصطلاح در علم تغذیه درباره صحبت میکنه در عنوان روحانی هم همونه آنچه که تو میخوری تبدیل میشی به همون سالین روزانه چی میخوری امروز صبح چی خوردی نگو کل پاچه منظورم کلام خداست چی خوردی؟ چون در درون من منو تبدیل میکنه به همون پس کلمات چیز پوچ و بی ارزش نیستن و همینطوری برای خودشون محو نمیشن اونها از بین نمیرن فکر نکنیم که گفتم یا خوردم یا به زبون آوردم تموم شده رفت خیلی وقتا میشه که یه نفر میگه که بابا من یه چیزی گفتم حالا زیاد جدی نگی حالا خیلی به دل نگی من یه چیزی گفتم ناراحت بودم یه چیزی گفتم این معنی نمیده آنچه که میگی یه جایی میمونه کلام زنده است کلام قدرت داره کلام وقتی اعلام میشه از بین نمیره هوا نیست پوچ نیست خلا نیست کلام یک جایی اون جلو در دنیای روحانی میره میشینه منتظر تو منتظر زنت منتظر بچت منتظر پدرت مادرت آیندت میره میشینه منتظر تو چون که آنچه که داری اعلام میکنی سرعت صوت از حرکت تو بیشتره همونطوری که سرعت برق یا نور از صوت بیشتره سرعت صوت از تو بیشتره پس صوتی که داره الان اعلام میشه و میره جلو میشینه تو تازه با خیلی سریع هم بخوای بری دیگه مافوق صوت مگه حرکت کنی زودتر از اون چی که گفتی بگی و بری اونجا به تازه اینطوری مثل توپ دریافتش کنی مثل یکی میمونه مثلا این توپ اینطوری بندازه بعد بدو بره اون اونور بر اون بر خودش هم بگیره همچی چیزی امکان پذیر نمیشه شما حتی در آدمایی که خیلی استثنایین نمیتونه توپ شوت کنه بره جلو بعد خودش بره اونجا هم اونجا هم خودش با عنوان دروازه‌بان بگیرته چون که سرعت اون به اندازه ای نیست که بخواد سرعت از طرف توپ و حرکت و شلیک بخواد حرکت بکنه مثل گلوله ای که شلیک شد تو نمیتونی شلیک بکنی و بری اونجا بگیرش البته تو فیلم های اندی دیدی میزنه اینطوری میگیره بعد میره اونور و بعد اینطوری میزنه تش میره و از این کارا هم انجام میدن تو هالیوود یا بالیوود اما تو واقعیت اینطور نیست, نیست اما در ای ایمان هست وقتی شلیک داری میکنی و داری اعلامش میکنی میره جلو منتظر تو میشینه قشنگ منتظر تو میشینه یک هفته دو هفته یک ماه سه ماه یک سال منتظر تو منتظر بچت منتظر همسرت منتظر اونی که براش اعلام کردی منتظر زندگیت منتظر کارت منتظر اقامتت منتظر تحصیلت منتظر وضعیت مالی و کاری عاطفی احساسی خانوادگیت میره اونجا قشنگ برات میشینه وقتی رفتی تو رو در آغوش میگیره اما چه که تو رو در آغوش میگیره یا برکت یا لعنت پسید چی تو هوا پوچ نیست که پوچه حرف هر چی گفتم کسایی که اینطور فکر میکنن حرف حرف مفته و هیچ تأثیر نداره یه فریبیه که خوردن اتفاقاً جدیه این کلام در دنیای روحانی از بین نمیره میره یک جایی منتظر میمونه میخواد کلام نیکو و شالام باشه میخواد کلام منفی و لعنت باشه و تنها چیزی که میتونه این کلامی که شلی کردی امروز رو برای یه هفته دو هفته یک ماه منتظر تو شاده تنها چیزی که میتونه کلام رو از بین ببره و کلام رو نابود بکنه و کلام رو که گفتی کنسل کنه فقط یه کلام قوی تره. در غیر صورت امکان پذیر نیست یه کلام مخالف اون و یه کلام قوی از اون حتی مخالف معادلم نه مخالف قوی یعنی چی؟ یه شخصی انسانی یه حرف منفی میزنه و انسانی هم پسش میگیره ایتازه میشه یر به یر خوبه بهتر از چیه اما کنسلش نمیکنه باید یه کلام قوی تر بیاد تا بتونه باطلش کنه و هیچ کلامی قوی تر از کلام خدا و لوگوس خدا نیست آمین, آمین. پس فقط با یک واژه معذرت میخوام کافی نیست بلکه باید کلام راستی و حقیقت خدا که قوی رو روش اعلام کنی تا بشکن آمین باید روش اعلام کنی در غیر صورت این هستش جالبه علم امروز داره خیلی تلاش میکنه میگن صوت انرژیه و انرژی از بین نمیره از یک صورت به یک صورت دیگه میره و بعضی مواقع ما میتونیم انرژی تبدیل یافته رو دوباره برش گردونیم به حالت فرمت اولش دنیای بی خدا دنیایی که فقط علم و علمی نگاه میکنه و فلسفی همه رو نگاه میکنه داره تحقیق میکنه که اگر ما موفق بشیم تمام صحبت های گذشتگان موسا رو داره از مصر بیرون جنگ ها، سخن و پادشاهان همه رو ما میتونیم تبدیل به صدا کنیم دوباره چون باور اونها اینه که صوت از بین نرفته یه جایی توی این جو زمین هست و داره میچرخه با اینکه بی هیچ چیزی هم اعتباری و باوری هم به این قدرتی کلام و اینا ندارن و برایشون کلام یه حرفه اما میگن حرفه صوته صوت انرژیه و انرژی از بین نمیره چقدر ما بیشتر به عنوان مسیحیان باید این رو درک بکنیم که کلام ما همینطوری از بین نمیره میره و میشینه یه جایی حالا به تو قلب شخصم ممکنه بشینه تو گوش شخصم بشینه تو خاطره بغل دستیتم بشینه اما نه ورای این من راجع به این فقط صحبت نمی کنم. ورای این فقط یه عذرخواهی کردن فلانی ببخشید یه چیزی گفتم ناراحت بودم ببخشید اونم بخشیده تمام نشد اون چیزی که اعلام کردی هستش فقط کلام قوی و مخالف اون میتونه اونو کنسل بکنه پس هر کلامی که تو الان گفتید یه جای پیش روی شما منتظر شماست و چه بسا خیلی از آن چه که داری امروز میخوری تو زندگیت این چیزی که سه سال پیش، شش سال پیش، ده سال پیش پونزه سال پیش، چهار سال پیش اعلامش کردی و رفتی جلو شده امروز تو و داری میخوریش و شدی همون یه چیزی که رود اعلام شده مادرت اعلام کرده ده سال بعد الان داره میخوریش پدرت اعلام کرده هی سال بعد الان شدی همسرت همراهت اعلام کرده و اون الان شده زمان رسید اما اون شد خیلی مواقع ما, ما میبینیم که شخص توی شفا آزادی و توی مشاوره ها باهاشون صحبت میکنم و شروع میکنه از زندگیش که من اینم 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 نمیدونم چرا اینقدر من اینم چقدر گیجم اینقدر زندگیم هرچی تلاش میکنم به هیچ جا نمیرسم همش دائم میدونم، یکم گرو دومه یا به قول معروف هشتم گرو نهمه نمیدونم چرا من دائم درگیر اینم اینم و چه کار من بکنم باهوش بله با استعداد بله پر از تالنت بله پر از پتانسیل بله پس چرا هرچی تلاش میکنه میونه نمیاره معمولا اولین چیزی که هدایت میشم بهشون بگم آیا پدر و مادر تو جایگاه تو تو خانواده چطوری بود از اونجا شروع میکنم که مقداری هم عذاب نکشن از سه وقتی میاد من بچه چندم به خانواده هم چه کار میکردم پذیرفته بودم پذیرفته نبودم موقعیتم چطور بود ترد شده بودم ترد شده نبودم حسادت داشتن حسادت نداشتن تبعیض بودی یا نبوده و بعد میاد جلو آیا چیزی بر ضد تو اعلام شده صادقانه بگم اکثرا بدون هیچ گونه استثنایی جوابشون مثبت بله کمترین سر ازدواجشونه یا سر خیلی چیزهای دیگه، سر انتخابهای مهمشونه که پدر و مادرها خب طبیعیه، دلشون میسوزه، میخوان دخالت کنن و بعد مخالفت میکنن اون دو رو نمیخوان، اون عروس رو نمیخوان، اون انتخاب رو نمیخوان، اون کاندید رو نمیخوان و بعد اعلام میکنه میبینم روزی که با چشم گریون و یه چشم خون و یه چشم گریه بر این اعلام شد رفت نشست چند سال دیگه دختر با چشم گریون و یه چشم پر از خون بر میگرده این آشناس برای شما نه؟ قریبه نیست چون که اون چی که گفت چند سال بعد نشسته تا دخترشو عروسش و دومادش و بچهش و در آغوش بگیره اما چی او رو در آغوش میگیره؟ یا برکت، یا لعنت کلام خدا در پیدایش بابه یک آیه میگه انسان شبیه خدا خلق شده آمین فقط دارم چیزایی که میدونید و با مکاشفه کنار همدیگه قرار میدم انسان شبیه خدا خلق شده آمین در انجیل یوحنا باب یک میگه در ابتدا کلمه بود کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود در زبان یونانی زبان اصلیش بخوایم بگیم میگه در ابتدا لوگوس بود لوگوس نزد تئوس بود و لوگوس تئوس بود کلمه خدا خدا کلمه لوگوس و تئوس یکیان خدا و کلامش یکیه چه خدا بگه چه خودش بره دوتاش یکیه کلامش مختدره وقتی این میره بی سمر بر نمیگرده چون گنگاه خدا خودش رفته بی سمر بر نمیگرده پس اینطور نیست پس اگر خدا و کلامش یکیه حتی معادلات ریاضی بخوای نگاه بکنی ریاضی جدید بخوای نگاه کنی هر چوری بخوای نگاش بکنی ایمانی بخوای نگاش کنی جوابش اینه اگر من شبیه خدا و خدا لوگوسه اه، پس من هم با کلامم یکیم. من و کلامم یکی هستیم اگر میخوام، میخوای بدونی کی هستی کلماتت رو کنار هم دیگه بذار کلامت به تو معرفی میکنه تو کی هستی؟ شخصیتت ماهیت تو بهت مکاشفه میده قشنگ مثل آینه به تو میگه تو کی هستی؟ چه کلام من و من یکی هستیم ما خدا از کجا شناختیم؟ از طریق کلام و کلمه جسم گردی در میان ما ساکن شد آن کلامی که تو از دهانت بیرون میاد یه جایی تو زندگی تو جسم میپوشه اما تبدیل به چی میشه؟ هیولا و دیو یا کروکودیل و بدبختی و لعنت و بیماری و مصیبت و طلاق و آوارگی یا نیکوی برکت و شالم و سلامتی و امنیت و آرامی آنچه که تو میگی همان خواهد بود به زندگی خودت و دیگرانی که بر تو اعلام کردن و تو اعلام داری میکنی یه نگاه کنی پس مجموع کلمات شما مکاشف معرفه شخصیت شماست شما فرقی با کلماتتون ندارید شما کلماتتون هستید اگه دائم با اشتباه،, اشتباه اشتباه پس خودم اشتباه 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 هم. اگر با حکمت پس خودت حکمت هستی نده کلام خود داره میگه قدرت حیات و مرگ در زبانه پس وقتی اعلامش میکنی یا میره جلو حیات میاره یا میره جلو مرگ میاره بریم امثال باب 18 آیه 20 و 21 رو نگاه کنیم اونجا صحبت از این داره میکنه که دل آدمی از میوه دهانش پر میشود. دل در کتاب مقدس سمبل فکر احساس اراده ماست که به نوعی شخصیت ما هم معرفی میشه یه جایی هم میگن روان ما یه جایی هم میگن نفس همه معانی درسته اما چیزی که اتفاق میفته اینه دل آدمی یعنی فکر و احساس آدمی از میوه دهانش از آن چی که داره میخوره پر میشه دقیقا این همون چیزی که آنچه که می‌خوری تبدیل می‌شی به همون پر میشه هضم میشه و در تو شکل میگیره اما از محصول لبانش سیر میشود پس یه چی میخوری میره وارد میشه الان یه چی داری میاد بیرون از محصول زبانت از گویش لبانت از آنچه که داری ارتعاش میکنی از آنچه که داریم صحبت میکنیم یا فک میزنیم هر چیزی که هست داره از اون محصول تولید میکنه آیا این همون چیزی نیست که تا الان دارید میشوید؟ محصول جلوه پردکت جلوه زبان قدرت تولید کنندگی داره آیه ۲۱ میگه موت و حیات در قدرت زبان است و آنانی که آن را دوست میدارن میوه‌اش را میگه هر کدومش دوست داری همون رو می‌خوری به همین سادگی هر چی که دوست داری همون رو داری میخوری. چی داری می‌خوری کلام خدا میگه انسان از زیادتی دل حرف میزنه پس یه چی از دهانتو و از تو داره میاد می بیرون اولین سال اینه مهم نیست چی از دهانتو تو داره میاد بیرون مهم اینه که قبلا چی در تو رفته داخل آیا این همون زمین سر راه نیست که هی ریختن داخلش تو قلبت هی ریختن مگه کلام نمیگه اون زمین ها دل توه مگه نمیگه بعضا تو این دل کاشتم و یه چی اومد دوزیدش و چی میدوزدش کلام کلام رو میدوزه کلام شیطان میاد کلام خدا رو میدوزه کلام مخالف، کلام قاطی، کلام شبیه میاد و وقتی اومد داخل تو تبدیل میشی به اون چیزی که خوردی الان آنچه که خوردی داره میریزه بیرون انسان از زیادتی دلی که خوردی محصولشو خواهیدید قابل فهمه ی ای آیاتی که تاریم؟ قبلا خوندید ی ای آیاتو همه رو بلدید شما که راه دو هستین اینا همه رو بلدید شما آیاتشو اما خدا داره بر فقط به شما مکاشفه میداره چه اتفاقی داره میفته اشیا پنجا و رو نگاه بکنی ببینیم اونجا چی میگه آیه 19 خداوند که آفریننده سمره لبهاست چنین میگوید میگه خدا انسان را طوری خلق کرده که میوه دهانش را خواهد خورد و خودش هم میوه دهان خودش را خواهد خورد خدا گفت بشود و میوه شد خداوند که آفریننده ثمره لبهاس چنین میگوید بر آنانی که دورند سلامتی باد و بر آنانی که نزدیکند سلامتی باد و من ایشان را شفا خواهم بخشید آمین بر شمایی که دورید شالوم بر شمایی که نزدیکید شالوم این قدرت کلام خداست که این شالام یه جایی پیش روی شما میشینه و شما رو در آغوش خواهد گرفت میگه یهوه واژه خداوند و آفریننده را میگه بارا ما در زبان عبری دو تا واژه داریم برای خلقت و ساختن و ساخته شدن که معمولا سه تاست که یکیشم به معنی فرم دادنه اما یه واژه داریم به نام بارا اینو قبلا توی مدرسه رویا دست دادم همه خوب بلدید یه واژه داریم به نام آسا که به معنی ساختن چیزی از چیزی یه چیزی رو از یک چیز داری میسازی میشه آسا انسان رو از خاک زمین پس خاک بود که انسان رو ساخت میشه آسا اما یه واژه هم هست به نام یتسار که به معنی فرم دادن شکل دادن اون چیزی که الان با آسا ساخت با وجود اومده داری فرمش میدی داری شکلش میدی به قول معروف وزن میدی اما واژه بارا به معنی اینه که از هیچی یک چیزی رو آفریدن وقتی خدا از هیچی گفت آسمان و زمین یا خورشید بشود شد وقتی از هیچ چی یه چیزی میاد میگه برا وقتی یه چیزی وجود داره حالا از اون یه چیز جدیدی میسازه میشه آسا اما ببینیم که کلام خدا در به لوگوس چی میگه که آیا باراه یا آساه اصطلاحی که اینجا استفاده میکنه میگه خداوند که آفریننده ثمره لبهاست یعنی بارا یعنی چیزی که توی زندگی تو وجود نداره بچه وجود نداره همسر وجود نداره فارغ تحصیلی دکترا و لیسانس هنوز وجود نداره نوه وجود نداره خونه وجود نداره هیچی وجود نداره اصلا نیست و قرار بگی و بشه آمین نیست یه خونه نیست که یه تیکش رو به تو بدن یه زمین نیست که یه تیکش رو به تو بدن اصلا چیزی وجود برای تو نیست الان و اونجا کلام خدا داره میگه که اون شفا و اون سلامتی برای آینده تو هنوز وجود نداره اما خدا داره خلقش میکنه داره میافرینش چگونه؟ از طریق سمره لبها پس آنچه که دوست داری رو شروع کن خلق کردن از طریق گفتن کلام ما دائم چیزهایی که میشنویم روزانه از منفی و, منفی و منفی و منفی و منفی و منفیه و باعث میشه که در واقع کلام نیکوی خدا رو خونسا و کنسل بکنه یه روز دعا میکنیم خودمون رو تقدیم میکنیم یه روز پس میگیریم یه روز میگیم خداوند تو اینی یه روز میگیم اونی یه روز میگیم خداوند دوستت دارم یه روز میگم چرا منو ول کردی یه روز میگم اصلا خودمون داریم با خودمون با خودمون شطرنج بازی میکنیم یه بار میپریم این یه بار میپریم اون ور موری اون ور عوض میکنیم یه موری این ور آخر کار کیش میشیم با خودمون چند چندیم بعد میگه چرا زندگی من جلو نمیره خب معلومه معادل همون زوری که میزنی میری جلو از اون برم خودت زور میزنی داری مقالبت میکنی چرا باید بری جلو فیزیک هم بلد باشی در مقابل هر نیروی نیروی مخالف وجود داره اگر نیروها مساوی باشن تو ساکن هستی و یه اتفاقی نمیفته مگه نیروی قوی تر بیاد اونو کنار بزنه آمین دیوار عریه ها هست و یه قدرت بیشتر بیاد دیوار ها فرو بریزه آمین و برای آنچه که کلام منفی بوده کلام مختلر تر احتیاج داره که بیاد رو بشکنه و کنسل کنه آمین اگه چیزی کلام خدا خلاف کلام خدا اعلام کنی تاثیر کلام خدا رو خونسا میکنی تو زندگیت. بریم به ملاکی نگاه بکنیم باب آخرین کتاب عهد عتیقه خداوند داره میگه شما به ضد من سخنان سخت گفتید. سخنان سخت واژه سخت سخنان سفت سخت غیر قابل تکون استوار محکم و مقاوم به معنی مخالفت هم میده شما به ضد من سخنان مخالف گفتید یا منفی گفتید یا اشتباه گفتید و میگویید ما به ضد تو آها اینجا سخت الان معنی میده چون که شنوده فهمید خدا چی داره میگه سخت واژه سخت رو داره خودش تعریف میکنه ما کی بر ضد تو نگو که سخت بر ضد تو یا سخت حرف زدیم میگه ما کی بر ضد تو پس واژه سخت تعریفش معلومه یعنی ضد من شما بر ضد من حرف میزنید یا بر خلاف کلام من حرف میزنید یا جلوی کلام من میستید یا بر ضد من مخالفت میکنید ما دو تا واژه داریم به نام تفاوت و ضدیت اکثرا تو مشاوره ها من سعی میکنم از این اصطلاح استفاده بکنم با افراد زمانی که احساس میکنن سوء تفاهم دارن تفاهم نداریم این نداریم این نداریم پس بلش کن دیگه تمام شد رفت و وقتی یکی یکی بررسی میکنیم نگاه میکنم که شما با هم فقط متفاوتید اما مخالف و ضد نیستید خاصیت ضد اینه که وقتی میاد طرف مقابل رو حذف میکنه به میگن ضدیت نور میاد تاریکی حذف میشه گرما میاد سرما حذف میشه به میگن ضدیت سوال اینه که آیا همراه تو اومده تو رو حذفت کنه خب نه اونطور هم نیست اما هرچی میگم کار خودش رو میکنه اوکی با هم مخالفت دارید ممکنه با هم متفاوت هستیم ممکنه گوش شنواتون متفاوته طریقه درکتون متفاوته با هم متفاوتین متضاد نیستید اگر متزاد بودید چه دلیل کنار همدیگه باشید یا همه سالها با هم بوده باشید پس شما با هم متفاوت هستید زبان محبتتون متفاوته زبان درکتون متفاوته خیلی چیاتون با هم متفاوته ولی متضاد نیستید اما اینجا خدا نمیگه ما با هم متفاوتیم میگه شما ضد من دارید حرف میزنید یعنی طرف مقابل حذف میکنی و کلام خدا رو حذف میکنی میگویید به ضد تو چی گفتیم گفتید بیفایده است که خدا رو عبادت نماییم و چه سود از این که اوامر رو او را اطاعت کنیم اوکی اگر آیات زیاده بخوام به شما بگم بسیاره اوامر تو برگردیم به کتاب تصنیه باب 28 هر کس که کلام من و اوامر مرا اطاعت کنه من او را برکت خواهم داد آمین در شهر مبارک در صحرا مبارک میوه بطن او مبارک سبد خمیر او و ظرف میوه او مبارک باشه انبار خانه او پر باشه رفت و برگشتش مبارک باشه هیچ وقت دوم نیست بلکه همیشه سر خواهد بود آیاتو رو بخونید تمام وعده های برکته با این جملات چیکار میکنی تمام برکت ها رو داری کنسل میکنی خب وقتی کنسل میکنی چه اتفاقی میفته؟ تصمیه باب 28 ایای 16 شروع میشه هر چی زحمت میکشی سمر نمیده نامزد میگیری بهش نمیرسی خونه میسازی داخلش نمیری به زمینی که میری وارد نخواهی شد تمام سرزمین رو نخواهی چشید و هزاران لعنتی دیگه رو داره میگه با کلامتون دارید مخالفت میکنید با من خدا میگه تو من فرزندیم کو اگه فرزندی کو من که نمیبینم من که باور ندارم میگه با باباش مامانش ماما حرف میزنه به زخمای من تو شفا داری من برای تو نقشه های عالی دارم تو برای من عزیزی تو رو تک نخواهم کرد کو من که نمیبینم و هزاران کلام منفی دیگه و همین باعث میشه که تو زندگی اون برکتی که باید داشته باشم ندارم و فکر میکنم فقط حرفه حرف میره جلو میشینه منتظرت تا یه جا بهت بگه هلو خیلی خوش آمدی یا بهت میگه خوش آمدی به خوشبختی یا میگه بد آمدی به بدبختی یا بد جوری اومدی تو تله بدبختی پس حواس ما شرف اشتباه نوزنیم مبادا روی خدا روبری خدا نیستیم اکثرا میبینم که کلام منفی رو داریم اعلام میکنیم خدای من ندارم خدای من کم دارم خدای این خدای این خدای این 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 این, این, این. یه لیستی ندارم معمولا جملات ندارم نمیتونم بدبختم بیچارم میدونم میمیریم غرق میشیم گوش نمیمونیم آویزون میشیم دیپورت میشیم از این چیزا معمولا جملات با این شروع میشه در صورتی که اوکی اگه نیازی وجود داره خدا نشو برای وعده سلامتی که به من دادی شو که قرار من به عنوان سر خانواده کار بکنم پول در بیارم برای خانواده شو که قرار انبارهای خانه منو برکت بدی شو برای اینکه من یه خانواده دادی خدا به من حکمت خواهی داد چون تو حکمتی من حکمت رو دارم من حکمت رو دارم خدا نمیخواد به من حکمت بده من خود حکمت رو دارم فقط بعضیش استفاده کنم خدا به من قوت بده من روح قوت رو دارم فقط بعضیش استفاده کنم مگه وقتی روح بر تو آید مگه بر تو نیومده عهد عتیق نیست که بیاد و بره روح خدا در ما هست آمین و روح قوت در ما هست روح مکاشفه در ما هست مکاشفه بده خداوند تو روح مکاشفه هستی پس مکاشفات تو رو میپذیرم ما داریم تمام اون چیزی رو که خدا میگه ما تو زندگیمون داریم فقط باید اعلامش کنم تا جس بپوشه خیلی سخته این پیغام و موعظه چون که نگاه میکنیم یه شوخ میخود داره میزنه زندگی روحانیمون رو ما مسیحی هستیم که اقلب مسیحی زندگی نمیکنن ولی مسیحی هستیم واقعا آزاد بشیم از اینکه غیر مسی با مسی مسیحی غیر مسیحی بخوام زندگی کنیم خلاف کلام خدا نیست کلام خدا رو کنسل نکن مزمور 23 همه بلدید چی میگه؟ تنها آیه مزموری که در واقع همه از حفظ بلدن اولین چیزی که یه ایماندار نو ایمان هم یاد میگیره مبشرین و تو کلیساها اینو بهش یاد میدن خداوند شبانه من است آمین خب پو اوکی میخوایم بریم مزمور رو باز کنیم اگه دوست دارید معمولا اینقدر مزمور میخونیم که دیگه مزمور برامون کاملا بازه یهوه شبان من است اونی که با ما عهد بسته شبان من است آمین میتونیم اعلام کنیم خداوند شبان من است اوکی okay, پس وقتی من باور میکنم این کلام رو باور دارم میکنم که شبان من است و اعلامش کردم اوکی okay? شبانی خدا رو اعلام کردم روی زندگی چرا چون خدا گفته و من منم باور کردم کار ایماندار به باور کاری دیگه نمیتونه بکنه مگه ایماندار به جز ایمان داشتن کاری میتونه انجام بده خدا گفته کاری دیگه انجام بده به جز ایمان داشتن کار ایماندار ایمان داشتن همین هم آسونه هم سخته سخته که هم ندارن ساده است چون که هیچ کاری نمیخوان انجام بدی فقط باید باورش کنی پس اگر اون شبانه توست و اعلامش کردی خب اعلام میکنم که خدا من شبانه منه خب اگه شبان منه دارم میرم توی راهی چه اتفاق میفته؟ محتاج به این چیز؟ یعنی منو محتاج نخواهد گذاشت چرا؟ چون که اون شبانم داره میره جلو با من داره میاد نیاز میاد؟ بله کم بود میاد؟ بله اما قول داده منو در مونده نمیذاره آمین؟ من در مونده نمیشم من محتاج نمیمونم نه اینکه احتیاج نخواهم داشت محتاج نمیمونم یعنی در مونده و وامونده نمیمونم او برای من قول داده چون که من قبولش کردم که او شبان منه باور و ایمان از من اعلامش کردم ما بقیه وظیفه مال خودشه به من ربطی نداره به شما ربطی نداره اون اون دیگه چطوری میخواد نیاز تو رو برآورده کنه و محتاج تو رو برآورده کنه آمین تو قرار نیست انجام بدی او قراره و حکمتش بهت میده طریقاشو بد میده, طریقاش میده، راهاشو بهت میده افرادش سررات قرار میده او باید نگران باشه نه من و شما نگرانی من فقط باور کنم که او شبان منه پس اگه شبانه منه خب طبیعتا میتونه شبانی باشه که من رو تو مرتع سرسبت نبره پس مطمئنا مرتع هم پیش روش خواهد بود نزد آبهای راحت اونم روشه چون که چسبیده به شبان چسبیده به شبانیش جان من رو برمیگردونه آیا من مریض میشم؟ بله رو به موت میری بله اما جان تو میگه برمیگردونه یعنی خارج از زمان تو نخواهی مرد خارج از موعد خدا تو نخواهی مرد تا خدا کارش با تو تمام نشه این دنیا رو ترک نخواهی کرد چون که او شبان توه هیچ چیزی خارج از اراده او به زندگی وارد نمیشه چون که نمیذاره بشه چون که تو باور کردی اون شبان توه به خاطر نام خودش تو رو به راه های عدالت هدایت میکنه به خاطر نام خودش به خاطر آبروی خودش به خاطر اعتبار خودش به خاطر عزت خودش به خاطر اینکه دروغو شمرده نشه به خاطر اینکه نگیم تو حرف زدی و انجام ندادی به خاطر آبروش نره به خاطر حرمت نام خودش تو رو تو مسیرها خواهد برد آمین این همون مزموریه که بلدیم از حفظ اگه بگیم چند بار خوندید اصلا یادت نمیاد اینقدر خوندی در وادی سایه موت نیز راه روم از بدی نخواهم ترسید پس سایه موت هم هست اما تنها نیستم یه شخصی میگفت که برادر من میتونم یه سوالی از شما بکنم گفتم بگو ببخشید اینو میگم اینو بذارید اگر نادانی من من نمیدونم تازه ایمان آوردم گفتم راحت باش سوال کن گفت ما قبلا شنیدیم که وقتی یک نفر میمیره میگن انکر و منکر و اینا میان سراغش سر اول قرب ازیش سوالی سوالایی میکنن اینا بعد ما, ما مسیحی شدیم حالا بمیریم کی میاد سراغ ما بعد گفتم که گفت البته بذار ادامه بدم من فکر میکنم ایسا میاد سراغ من تو کتاب مقدس نیومده ولی حداقل میگه اگر در داره تاره تاره که مطرح روم خدا من شبانه منه آمین؟ او به سادگی خودش باور کرده کی میاد سراغ من خودش هم برای خودش جواب داده حتما ایسا میاد سراغ من اگر در دره تاریک متحرابم از بدی نخواهم ترسید چرا که تو شبان من هستی اصلا چون دستی تو مرا تسلی خواهد داد سفره ای برای من در حضور دشمنان می آیا دشمن هست بله اما کار عیسی اینه اصلا دوست داره جلوی دشمنا سفره بندازه نمیدونم چرا این روش استفاده میکنه هر چی دشمنا بیشتر میشه خدا یارو بیشتر چرب و چیلی میکنه هر چی دشمنا بیشتر میشه خدا بیشتر مس میده هر چی حسادت بیشتر خدا بیشتر فیزی میده هر چی بیشتر دشمنی میکنن خدا اونو بلند میکنه کلا نمیدونم روشش اینه چرا سفره چرب و جلوی آدمای حسود و مايه در واقع نظر تنگی انجام میده. روشاش اینه. مسیح عاشق سفره و سفره بازیه. تا مدعت میشد دوست داشتم سفره رو پن کن. لب دریا میشینه سفره رو پن کن. وارد میشم با تو شام میخوام سفره میندازه. کلا عاشق سفره انداختنه اما این سفره سفره که در حضور دشمنانت میگسترانی سر تو رو به روغن مس میکنه آمین کاسه تا لبریز میکنه نمیگه پر میکنه لبریز میکنه و هر آینه نیکوی رحمت تمام ایام عمرت اون جلو نشسته هللویا تمام نیکوی و رحمت جلود نشسته چرا؟ چون آیه اول اعلام کردی او شبان منه همین رفت آیه آخر جلود نشسته و برو درو کن این یعنی قدم زدن تو ملکوت همین این وعده خدا برای ملکوت خوش برای ایماندار همه چیز ممکنه برای کسی تو ملکوته نه بیرون ملکوت توی ملکوت همه چیز ممکنه پس رو اعلام نکن بلکه قوتتو اعلام کن میگه ضعیف گوید من قوی هستم آمین آیه امثالمونه ضعیف گوید قوی هستم قوت روی تو میره میشین منتظر تو جایی که نیازش داری با قوت رو میکنی اینکه من چی دارم میگم خیلی مهمه آنچه که تو میخوری همان میشی تا آنچه که هستی رو بیرون میریزی آنچه که تو میخوری میشنوی همان میشی پس حواست باشه چی میخوری تو اینترنت کتاب یا هر چی که میخونی که شبیه ایسا مخلوطی با کلام خدا و هر چیز دیگه میگه بعض کلام خداست خدا و کلام یکیه اگر یه گریز بزنیم کوتاه به کتاب خروج باب بیستو برگردیم اونجا چی میگه ده فرمان من یهوه خدای تو هستم و خدایان دیگر غیر از من نباشد من یهوه خدای تو هستم من لوگوس یهوه خدای تو هستم لوگوسی دیگر غیر از من نباشد آمین حالا فهمیدید چرا سر راه میاد و میدوزه چون لوگوس دیگه کلام خدا رو خشک میکنه حتی خشنگش حرفهای روانشناسی خوبه اما نه جای کلام خدا رو بگیره دکتر پروفسور دکتر دکتر فلان 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 پروفسور فلانی خدا رو شکر نمیخوام کسی زیر سوال ببریم یا علم زیر سوال ببریم من خودم کاملا علم گرام و علمی نگاه میکنم اما چیزی که اینجا وجود داره خدا لوگوس لوگوس خداست و به غیر از خدا هیچ چیز نباشد چه کلام خدا خودش بندد کافی قدرت داره و مختدره که بخواد زندگی تو رو عوض کنه آمین تو را لوگوس های دیگر غیر از من و کنار من و میکس با هم و عقب من و جلوی من و بالای سر من تمام من فاهیم غیره میده نباشد نمیخوام بگم هیچی نخونید نمیخوام بگم مطالعه نکنید نمیخوام بگم بیولوژی نخونید فیزیک نخونید ریاضی نخونید کتاب هایی چی نخونید نمیخوام صحبت ولی هر چیزی هم نخونید مخصوصا چیزی رو که داری لایک like میکنی کلام خدا باید مطمئن باشی هم لایک نکردنش برای تو مشکله چون تو رو سهم نمیکنه هم لایک کردن اشتباه چون دوباره آمین به معنی اینه که دوباره تو شریک اون وعده و کلامی هستی که اعلامش کردی پس میره جلو پیشت میشینه تو عداد باب سیزایی سی جمع جمع میکنم پیغامو مهم نیست چقدر طول میکشه اما باید اینو برای شما این امروز بگم یوشا ایده رو میگه می برید ببینید که در واقع ما چگونه میتونیم علی ها رو فتح کنیم ای میرن و بعد بر و یک گزارشی میدن که بیایم نگاه کنیم ببینیم که توی اعداد باب 13 صحبت از چی داره میکنه اونجا این افرادی که رفتن و برگشتن میگه از هر قبیله ادهی رو به نمایندگی گرفتن و فرستادن رفتن و تمامی قوم آیه 33 میگه وقتی رفتیم در آنجا جباران بنی و را دیدیم که اولاد جبارانن من ترجمه قدیم میخونم شما میگه ممکنه بگی نفلینا رو دیدید یا بگه قولها رو دیدیم یا بگه افراد قوی رو دیدیم همش درسته جبار یعنی زوراور علیشه کلمه گبره میاد، گبر در زبان عبری جبار رو همون گبره میگن یعنی همون جبر زوراور در آنجا زوراوران بنیاناغ را دیدیم که فرزندان زوراوری هستند و ما در نظر خود مثل ملخ بودیم و پیش اونها هم همینطور ملخ بودیم یعنی چی؟ ما خودمون ملخ میدیدیم خب طبیعتا اونها ما رو ملخ میبینن و اینو دارن اعلام میکنن اما از اون ور داریم میبینیم که آیات سی میگه کالیب قوم را پیش موسا خاموش ساخت گفت ساکت باش اینطور نیست فلفل بریم و اونجا رو تصرف نماییم زیرا که میتوانیم بر اون قلبه پیدا کنیم دو نفر مثبت ده نفر منفی قدرت این دو نفر چون که مطابق کلام خدا و وعده خدا بود برای اینها تونست ده تا کلام منفی رو بشکنه و اونها علیه رو پیروز شدن دو داستان میبینیم باید کلامی زوراورتر بیاد تا کلام قبلی رو بشکنه و نابود کنه و کنسل بکنه پس ما لب لبهای خودمون رو خواهیم دید خیلی مواقع اصلا احتیاج نیست که شیطان بخواد دخالت کنه خود زبان ما و لبان شخص زندگی او رو در واقع در بر میگیره پس واقعا دست بکشیم از این نوع زندگی که مسیح هستیم اما مسیح زندگی نمی کنیم. این نیست طریق یک پادشاه قدم زدن در پادشاهی خداوند با مکاشفه تمام میکنم بریم باب دوازه کتاب مکاشفه این آخرین آیه ای که بهتون میگم شرحال جنگ آسمانه سقوط شیطان لوسیفر به همراه یک سوم همه بلدید نه؟ همه خوندیم من امروز تمام آیاتی رو گفتم که همه خوندید خوند و این خیلی خوبه تو وقتی خونده باشید راحت‌تر میتونید مکاشفه بگیرید از آیه میگه در آسمان جنگی شد میکایل فرشتگانش با اجدا جنگ کردند اجداها و فرشتگانش جنگ کردند ولی قلبه نیافتند بلکه جای ایشان دیگه در آسمان یافت نشد و اجداهای بزرگ انداخته شد یعنی آن مار قدیمی که به ابلیس و شیطان مسماست که تمام رو ها فریفته بود او بر زمین افکنده شد و فرشتگانش با وی انداخته شدند معمولا وقتی این این قسمت رو داریم میخونیم توی تصویرها توی کتابها و توی کتاب مکاشفه یا درس‌های مکاشفه می‌بینی چند تا فرشته میکائیل هم یه شمشیر تو دستش معمولا فرشتگان خدا از بالا هم فرشتگان شیطان هم اینطوری دارن میجنگن دیدید تمام این تصویر رو همه دیدید نه شما هم که راه دورید دیدید یه عده فرشته اینطوری هن یه عده فرشته هم رو سرشون از بالا دارن بال می‌زنن و با شمشیر اینا رو ای دارن از بالا میندازن پایین این تصویریه که معمولا ما داریم می‌بینیم. میگه جنگه چند بار داره راجبی صحبت میکنه که اونجا یه جنگ شد در آسمان جنگ شد میکائیل فرشتگانش با اجدها جنگ کردند و اجدها و فرشتگانش هم جنگ کردند میگه در آسمان جنگ شد میکایل با فرشتگان جنگ کردن شیطان هم با فرشتگانش یک سوم جنگ کردن پس یه گزارش کلیه یه جنگ میکایل با فرشتگانش فرشتگان خدا بر ضد اون و میگه شیطان و لوسیفر با فرشتگان خودش یک سوم اونها هم جنگ کردن سه بار اینجا کلمه یه جنگ رو داره اعلام میکنه اما سوال اینه اینا با چی جنگ کردن مطمئنا موهای همدیگر نکشیدن با کفش مثلا پاشت و بلند همدیگر رو نزدن شمشیری هم شاید تصویر شمشیر از کجا اومده از اینجا که اومده که مثلا وقتی خدا انسان را از باغ کرد بیرون میگه فرشته هایی گذاشت که اونجا با شمشیر گردا گرده باغ بیستن که من از درخت حیات بخورن شاید به خاطر این میگیم این شمشیر ولی گیری یه شمشیر باشه خب حالا این شمشیر کرد تو لوسیفر چی شد مرد شما فکر مرد؟ نه مرد. پس این شمشیر به درد چی می‌خوره؟ شمشیر پلاستیکی هم که بزنی بازی می‌گه اوه دلم درد گیره. اینطوری هم بزنی تو سر بچه باز یکم این کار می‌کنه. پس این هیچ چیش نشد. فکر کردی تو الان؟ با چی از جنگیدن اینا؟ اصلاحش چی بوده؟ ناخون کشیدن تو هم دیگه؟ با بالشون هم دیگه زدن؟ خب بعد تو آخری چی شد؟ توی چی که نشد اومدن دارن روی زمین دارن کار میکنن. چه اتفاقی افتاد؟ اینا با چی جنگیدن؟ با کلان شیطان نگاه میکنه چرا پدر خدا جلال بیابه؟ پس ما اینجا برگه چه داریم؟ میره جلو میگیره به ما موقعیت نمیدن دو به هم زنی. چون اینجا چی داره میگه؟ واژه که داره استفاده میکنه میگه ابلیس و شیطان چرا دوتاش استفاده میکنه و مار قدیمی ابلیس واژه دیابولوس یعنی دو به همزنی از طریق دو به همزنی یعنی پاپوش درست کردن یعنی چخمت زدن یعنی دو به همزنی کردن یعنی خدا را زیر سوال بردن یعنی کلامی ضد خدا عنوان کردن چرا با جلال بیابه ما هم بکنیم چرا اون باید دیده بشه ما ما دیده نشیم و این فکر رو به دیگران تصدیق کرد و یک آن با این کلام یک سوم رو مسموم کرده و الان یه جنگیه جنگ چیه؟ جنگ لوگوس میگه میکایل با فرشتگان شروع کردن که تو مخلوقی تو لایق نیستی ستایش بشی و تو اجازه نداری به پدر من نزدیک بشی به خداوند ما بخوای نزدیک بشی تو اجازه نداری به رب الارباب نزدیک بشی تو جایگاهت از دست دادی تو اجازه نداری بیا اینجا اونی که با پرستش بشه اینه نه چرا تو فکر میکنی نباید باشه تو هم از جنس منی تو هم باید بیای به با سمت ما او باید برای چه جلال بیابه ما هم میتونیم جلال بیابیم میگه تنها تو اجازه نداری میگه تو اجازه نداری میگه تو دهن تو ببند تو دهن تو ببند عیسی گفت شیطان گفت عیسی گفت شیطان گفت عیسی گفت شیطان گفت با آخر کار عیسی گفت آمین با چی هم رو زدن؟ با کلام کلام قدرت داره کلام خدا همچون شمشیر و دودم میره و عمل میکنه و آنچه که کلام خدا بود پیروز شد و وقتی تو ضد کلام خدا می ایسی خدا را یاد شیطان میندازی دقیقا همون کاری تو داری می‌کنی که شیطان در آسمان کرد خیلی خطرناکه نه؟ یه در ایمان داریم جمع میکنیم آنچه که میکاری اون جلو منتظرته آنچه که اعلام می‌کنی اون جلو صوتت ایمانت اعلامت منتظرت رو خوش آمد بگه و آیه آخر آیه سیزده و چون از دید که به زمین افکنده شد و آن زن که فرزند نرینه را زاییده بود جفا کرد و دوبال اوقاب بزرگ به زن راجع به زن داره صحبت میکنه یک زن که ماه رو پوشیده یه بچه داره بارداره تصویر باب دوازده اینه زن و اجده و بعد میاد جلو میگه و چون اجده دید که به زمین افکنده شد رفت سراغ زنی که بارداره این زن سمبل کلیساست که به کلام خدا بارداره ای مریم تو باردار خواهی شد و پسری خواهی زایید پسر حضرت اعلی خوانده خواهد شد نام او مشخص ماشیه اسمش هم اجازه نداره عوض کنی کلمه جسم گردید در مریم و در میان ما ساکن شد کلمه جسم گردید لوگوس جسم گردید الان اتفاقی که داره میفته اینه که میخواد اون زن که به کلام خدا بار داره و کلام خدا ایساست کلام خدا خداست کلام خدا خود خداست و میاد که کلیسا رو و کلامی رو که بارداره یعنی عیسی رو بزنه وقتی این مکاشفه سخته چون میخونی نمیفهمم چی میگه اینقدر علامت ها و سمبول ها هست خب طبیعیه که آدم ممکن متوجه نشه چیه میخونه مثلا گیج میزنه این چی بود مثل بیشتر فیلم های تخیلیه و میگه و دو بال عقاب بزرگ به زن داده شد نمیخوام الان مکاشفه رو دست بدم چون که بخوام بدم دیگه ببرم توی قسمت دیگه اما دو بال بزرگ عقاب به زن داده شد تا به بیابان به مکان دور پرواز کند جایی که او را از نظر آن مار زمانی و دو زمان و نصف زمان اینا معنی داره نمیخوام بگم منتظرش نباشید آیه 15 مار یعنی ابلیس یعنی شیطان آن مار قدیمی خوب گوش کنید دهانش رو باز کرد دهان خود را در عقب زن باز کرد آبی چون رودی ریخ تا چون سیل اون زن را که بارداره ببلعه و زمین زن را حمایت کرد و زمین دهان خدا گشاد آن رود را که اجدها دهان خود دیخته بود فرو برد این آب چیه؟ آب کلامه کلامی که دهان شیطان بیرون میاد مثل سیدی کلامی که روزانه برزده تو اعلام میشه کلامی که از دهان شوهر زن دوست فامیل این اون اون و کلامی که در بر ضد کلیسای خداوند به عناوین مختلف گفته میشه این کلام میاد تا ببلعه قدرت داره پس به همین دلیل شیطان از طریق فلسفه علوم و خیلی چیزهای مشابه قاطی و مخالف بر ضد کلیسای خداوند میسته یه جمع شمشیرش رو میکشه و اینجاست که چقدر کلیسای خدا کلیسای جامعه دنیا کلیسای ایرانی همه فرق نمیکنه موضوع ما نیستیم چقدر قدرت داره که این کلام رو باطل کنه سرزمین ما با کلام نابود شد با کلامی که دائم توش لعنت 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 و نفرینه اما کلام خدا قدرت داره اگر هر چیزی در زندگیت کاشتی رو با توبه و فروتنی و با کلام خدا نه فقط اصخایی اصخایی اول با کلام خدا با باطل کنی هرچی که برزد خودت گفتی من نمیتونم من خنگم من کم دارم من اینم, من اینم من اینم من اینم یا دیگران به تو گفتن تو اینی تو اینی تو اینی یا در درون چنینی که شیطان داره به تو میگه اینی 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 همه باید باطل بشه وگرنه حرف مفتی وجود نداره حتی مفتم که باشه میره جلو مفتی جلوت میشینه و زندگی تو مفتی مفتی حراج میزنه مفتی وجود نداره کلام قدرت داره در دنیای روحانی اعتبار داره و میره میشینه اما خدا رو شک که اونی که در ماست قدرتش بالاتر از اونی که در این دنیاست لوگوس خدا در ماست ژن خدا در ماست ژنتیک خدا در ماست لوگوس خدا در ماست عیسی لوگوس خدا در ماست وقتی ایمان آوردی اکنون پشت در ایستاده وارد چه لوگوس داره وارد میشه لوگوس خدا در ماست آمین و این لوگوس باید زندگی ما رو عوض کنه همان فکر در تو باشد که در لوگوس خدا بود یعنی ایسا این او پیغام قدم زدن در پادشاهی آمین نه تو پادشاه با قدم بزن هر جا که پا تو بذاری تو هفته آینده و هفته آینده اونجا مال تو خواهد بود چرا؟ توی با ایمان اعلامش کردم به نام عزیز عیسی مسیح اعلام میکنم کلام خدا بلی و آمینه و آنچه که میگه هست من و شما خلقت تازه هستیم چیزهای کهنه درگذشت گذشت و همه چیز از بین رفته و همه چیز نو شده آمیم. پس به نام عیسی برکت میدم اون خلقت تازه ای تو رو هرچه که بدی کردی و بدی دیدی به نام عیسی از تو قطع بشه و خداوند در تو امیدی تازه اشتیاقی تازه و به جهت امروز به بعد زندگی تو رو مس کند خون عیسی را بر تو و بر خانوادت می به عنوان زن و مرد هستی و برای خانوادت با غیرت ایستادی شاید خانوادت بی ایمانند یا ایماندارند تو دنیا دارن دست پنجه نرم می و دارن بیابان گردی می مهم نیست تو و ما با هم داریم دعا می کنیم اونها شاید تو رو نشناسن یا درست نشناسن اما ما می و دعا می برای اونها به نام عیسی ای مسیح خدا من چشمان ایشار را باز خواهد کرد خدا من ایشان را ملاقات خواهد کرد خداوند اینشا را برکت خواهد داد خداوند اونها را لعنت آزاد خواهد کرد به نام عیسی مسیح دعا میکنم هفته ای که شروع میکنید هفته ای پر از برکت پیش روی شما باشد دعا میکنم اگر منتظر کاری و قراری و جوابی هستی به نام عیسی از اون مکان به نیکویی و برکت برای تو درها نه دروازه ها باز شود دعا میکنم به نام عیسی اگر برای بیماری چیزی بوده و میری به نام ایسا دکترها میگن چیزی نیست برگرد برو خونت دعا میکنم اگر نگرانی هست هم منتظری که تصمیمی بر تو گرفته بشه آمین که هیچ اصلاحی بر ضد تو کاری نخواهد بود و هیچ زبانی بر ضد تو دوام نخواهد آورد بلکه خداوند تو را مورد عزت و احترام قرار خواهد داد. به نام عیسی دعا میکنم که هفته ای که شروع میکنید هفته ای پر از شالوم برکت خبرهای شادمانی برای تو و اهل خانواده تو باشد دعا میکنم برای آنه که در جستجوی کار هستند خداوند مکانی رو عالی به عنوان مکان شالوم به عنوان برکت کار به تو بده آنهایی که منتظر تحصیل هستند خداوند جایگاه بسیار عالی برای تحصیل تو مهیا کنه دعا میکنم به نام عیسی آنانی که در خدمت هستن خدمت تو میوه بیاره دعا میکنم رفت و برگشتانتون مبارک سبد ظرف خمیر شما مبارک سبد میوه شما پر برکت انبارهای خانه شما پر هیچ وقت مغروز نباشید خداوند شما رو فیض بده که قرضاتون رو بدید و به زیادتی داشته باشید به سخاوت به دیگران کمک کنید دعا میکنم که هیچ وقت دم نباشید بلکه حتی هر جایی سر باشید دعا میکنم که دست درجه دراز میکنی خداوند دست تو رو برکت بده و پر برگرده آمی. و دعا میکنم وقتی دست دراز میکنی پر بره که به دیگران برکت برسونه آمی. دعایی که در خانه تو کرده میشود شنوا و گوش خداوند به دعای تو هوشیار و چشمای او تیز بینا و دست او به جهت دراز باشد آمی. شما و اهل خانواده شما را برکت میدم و هفته که در پیش رو دارید هفته شالم و برکت و سلامتی باشد و بماند با شوگذاری به نام عزیز عیسی مسیح طلبم آمین. آمین. آمین 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 خدا شما رو برکت بده از هر برکت آسمانی در مسیح عیسی تا هفته آینده شما رو به خداوند میسپریم خدافظ شما